جلسه چهارم 29 تیر ماه 1389. من عجله داشتم هر چه با سرعت بیشتری مباحث تاریخی رو تموم کنیم تا به بحث‌های فلسفی تر برسیم. خود توجه به مسائل تاریخی در یک بحث فلسفی نشونگر یک بحران و یک نقصان است. در جامعه که بحث فلسفی خیلی سخت پا میگیره، ناچار شما انقدر حاشیه برید برای بحث تاریخی تا زمینه بحث فلسفی فراهم بشه. اینکه اگر من در پژوهش خودم ناچارم اینم به نکات تاریخی بپردازم، به دلیل که در مباحثی که در هلهوش هایدگر در ایران هست سوء تفاهم زیاده، فضای منفی زیاده و یک آشفت بازار است، و من برای اینکه این کلاف سردرگم رو بتوانم به اصطلاح با سرانگشتانی باز بکنم و زمینه یک دیبیت فلسفی رو فراهم کنم، یه مقدار ناچار شدم به مباحث تاریخی توجه بیشتری بدم. شاید اگر جامعه ما فلسفه ستیز نبود، تفکر گریز نبود، نیازی به این همه بحث تاریخی نبود. و حال به خاطر این شرایط تاریخی است که من ناچرم وقت شما رو با پاری از مباحث تاریخی بگیرم. امروز هم باز البته یک مقدار دیگه بحثای ما بحثای تاریخی است، اما در دلش امیدوارم فرصتی بشه تا یه مقداری بحث فلسفی هم داشته باشیم. بر اساس مقدماتی که در جلسات گذشته داشتیم، من کوشیدم در یک پیشفرض بزرگی انقول کنم. این پیشفرض عبارت بود از این است که قصه هایدگر در ایران در واقع با مرحوم فردی شروع شده و در واقع همه در این امر متفق القول بودند و این فردی بود که در نخستین سالهای دهه 20 در واقع نام هایدگر رو برای ایرانی ها مطرح کرد و ایرانی ها رو با تفکر فرد هایدگر آشنا کرد. اما همونجوری که باز جلسه گذشته براتون توضیح دادم، این تو کت من نمی رفت. برای من یک پرسش جدی بود که با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی ما در نخستین دههای قرن 14 هجری، یعنی حوالی 1310 تا 1320، دهه اول دومه همین قرن هجری شمسی که ما درش به سر میبریم، یعنی دقیقا هلهوش روی کار اومدن رضا شاه و دوران حکومت رضا شاه، اگر فضای تاریخی اون دوره رو ما در نظر بگیریم، جامعه پر از تنش ها و بحران های گوناگون سیاسی اجتماعی تاریخی، جریانات و احزاب گوناگون سیاسی و ایدولوژیک وجود دارن. بحث ها بیشتر بحث های سیاسی است و گفتمان ها بیشتر یک گفتمان سیاست زده، گفتمان های تئولوژیک و ایدولوژیکه، و در یک کلمه شما شاهد یک نوع انحطاط شدید تفکر فلسفی رو در اون دوره شاهدش هستید. اما اینکه چطور ممکنه در یک چنین شرایط تاریخی منحطی به لحاظ فلسفی یهو کسی پیدا بشه مثل فردید که بتونه به یک نوع تفکر عمیق یک متفکر نامتعارفی چون هایدگر رو بیاره، به نظر من این بیشتر با توجه به اون شرایط تاریخی بیشتر شبیه یک معجزه میمونه و ذهن من همواره در صدد تبیین این امر در واقع برای من غیر قابل قبول بود. ذهن من دنبال یک حلقه مفقوده و پل ارتباطی بود که چطور ممکنه میان فردید به عنوان یک متفکر ایرانی در اون شرایط تاریخی با یکی از قله‌های بزرگ تفکر فلسفی در غرب، یعنی هایدگر، ارتباطی برقرار کنم. تا اینکه این حلقه مفقوده رو در واقع در شخصیت و تفکر هانری کورمن من یافتم. ادله خودم هم ذکر کردم، گفتم که در تحلیل به اصطلاح مقالات فردی در دوره جوانیش، مشخصا سیر فلسفه در قرن بیستم و دو قسمت مقاله ای از کانت تا هایدگر، این تحلیل ها به ما نشون داد که در واقع بیشتر مضمون این مقالات نشون میده که
در واقع اقتباسی هستن، ظاهر تألیفی داره و به نظر میاد که فردید از منابعی در واقع مضمون این مقالات خودش رو گرفته. در این مقالات شما یک نوع کار تطبیقی بین سنت‌های تفکر شرقی، مشخصاً حکمت اسلامی، با به اصطلاح متفکران عرفا و برجستگان اندیشمندان غربی رو شما می‌بینید. لذا منابعی که فردید استفاده کرده باید چند تا ویژگی داشته باشه. این منابع یکی اینکه باید فرانسه باشن. تحلیل ما از به اصطلاح مقالات نشون داد که منابعی که فردید استفاده کرده فرانسوی زبان بوده. منابعی که فردید ازشون استفاده کرده منابعی است که در اونها به خوبی کار تطبیقی بین متفکران اسلامی، عرفا و برخی از متکلمی مثل ابوالبرکات بغدادی و دیگران رو با متفکران غربی به خوبی انجام داده. اگر این اوصاف رو در نظر بگیریم، گفتیم خب کسانی در اون دوره پیدا می‌شدن مثل جیلسون، مثل ماسینیون یا مثل امیل بریه که اینها هم در واقع با سنت تفکر ما آشنا بودن و کارهای تطبیقی هم می‌کردن. اما اگر یک عنصر دیگه هم در کنار اون دو تا عنصر، یعنی کار تطبیقی، آشنایی با حکمت اسلامی و همچنین فرانسوی بودنشون، عنصر دیگه، یعنی اگر در واقع آشنایی با مارتین هایدگر رو هم اضافه کنیم، یعنی همون کسی که در واقع با خوندن آثار اون نگاه فردید برکسونی که برکسون رو به عنوان یک فیلسوف الهی میدید، توجه جلب میشه به هایدگر و در واقع سبب انقطاع تفکر او از فلسفه برکسونی میشه، در واقع کسی جز هانی کوربن نمیتونه باشه، این شخصی که سبب چرخش فکری فردید میشه. البته کسانی که به مرحوم فردید خیلی علاقمندن و با شیفتگی خاصی از او به استاد اونا و مثلا یگان استاد علاقمندان به شیفتگان فردید، یعنی کسانی که در فردید منوان یک متفکر اصیل نگاه مثلا می نگرن، قاعدتا ممکنه با من در مورد اثرپذیری بنیادین فردید از کوربن مخالف باشن و جاهایی هم این مخالفت رو اعلام کردن. اینها ممکنه وارد یک بحث تاریخی با من بشن و اینکه اولا چه ضرورتی داره که ما منابع اثرگذاری بر تفکر فردی رو صرفا در یک فرد و در آثار یک نفر مثل کورمن دنبال بکنم. شاید فردی در چندین منبع استفاده کرده. تحلیل‌های من نشون میده که نه، یعنی شباهت‌های نزدیکی‌ها و قرابت‌هایی که بین اندیشه‌های فردی و کورمن وجود داره فقط در یک تغییر نگاه به هایدگر نیست، در خیلی از کوچه پس کوچه‌های اندیشه های مرحوم فردید هم ما حضور کوربن رو میتونیم نشون بدیم. همچنین اینها یک بحث تاریخی دیگری دارن و اون اینکه فردید در سال 1318 در فلسفه در قرن 20 نام هایدگر رو آورده، در سال که کوربن در سال 1324 وارد ایران شده. در مورد این هم باید دو تا پاسخ بدم. پاسخ اولم اینه که در مقاله فلسفه در قرن 20 فردید فقط یک اسمی از هایدگر اومده، هیچ چیز دیگه نیومده و اون موزگیری های همدلانهی که بعدن در آثار اندیشه های فردید میبینید به هیچ وجه در این مقاله وجود نداره. حال این سوال هست که چه شد فردید نگاهش به هایدگر متمرکز شد. و نکته دیگر این که خب وقتی گفته میشه تاثیرپذیری فردید از کوربن، ضرورتا با حضور فیزیکی کوربن در ایران نیست. فردید میتونست از طریق مطالعات آثار کوربن به زبان فرانسه قبل از اینکه کوربن در سال 1324 وارد ایران بشه به اصطلاح تحت تاثیر کوربن قرار گرفته باشه. به هر حال آشنایی با کوربن بسیاری از زوایای قصه هایدگر در ایران رو و سرنوشت تفکر هایدگر در ایران رو برای ما روشن میکنه. به این دلیله که من این جلسه رو حالا شاید جلسه آینده روی کوربن یه مقداری فوکوس بکنم. اجازه بدید برای حل پاره ای از معضلاتی که بعدها در قصه هایدگر در ایران مطرح میشه یک مقدار با شخصیت علمی و فکری کوربن آشنا بشیم. واقعیتش اینه که زندگی کوربن بیشتر به یک افسانه شبیه، اصلا شبیه یک زندگی متداول نیست.
از این جهت که این فرد بسیار توفیق باهاش یار بود، سرنوشت باهاش یار بود و در واقع در دوران زندگی خودش تقریبا همه بزرگان دوره خودش رو باهاش مواجهه نزدیک داشته. شما میگید که قبل از سال 24 نه تا قبل از سال 20 نشانهایی هست از اینکه با قربان آشنا نشید. قبل از 24 براتون جای تعجبی که مثلا میگفتید یه حلقه گم شده ولی حلقه گم شده نمیشه. خب حالا تا اون وقت قربان تو ایران شناخته شده نبود. ببینید قربان فرانسه فردی فرانسه میدونست، اولین اساتیدش هم که به سلام تعلیم و به سلام دانشگاهی عالیه که رشته تعلیم تربیت هم میخون اساتیدش فرانسه زبان بودن. تحلیلای من از مقالات فردی نشون میده که رد و پای قربان رو من میتونم ببینم در مقالاتش بر اساس تحلیلایی که تو جلسات گذشته بیان کردیم. حالا سوال شما دقیقا کجاست؟ من میگم که شما میگید که ولی حقه گم شده میگه چطور شده با هایدگر آشنا شده، بعد میگید که این حقه گم شده قربان این نحوه گویش شده یه چیزی که انگار مثلا قربان یه جور که جامعه ایران آشنا بوده، یه مثلا میخواد ما فرضون قربان نبوده، خب این چیزی از ارزش کار فردی کم نکنه. ببینید چه فرانسه چه آلمانی بالاخره نویسنده غریبی بوده قربان. ببینید بذارید من قصه رو بس از این ور مرور بکنیم. مهمترین بحث حول و حوش سرنوشت تفکر هایدگر در ایران عبارت از این است که ارزش و اعتبار تفسیر معنوی و دینی فردید از هایدگر چقدره و آیا این فردیده که هایدگر رو ایرانیزه میکنه و شرقیش میکنه و آیا میان هایدگر آکادمیک، هایدگری که غربی ها میشناسن با هایدگر ما ایرانی ها، هایدگری که ما ایرانی ها توسط فردید شناختیم به اصطلاح فاصله زیادی وجود داره، اینها رو باید دو تا هایدگر دونست. این مهمترین سوالی است که در واقع هول هوش این قصه برای ما مطرحه، یعنی بحث از ارزش و اعتبار تفسیر دینی و معنوی. نکته دیگر این که گفته می شود این امر بسیار رایج است، یعنی در جامعه ما پذیر. من نمیدونم چه اتفاقی می افته، این صداها آقای محمدی هم تشریف ندارم. و نکته دیگر این که گفته می شود و همه ما در واقع عموماً متفق القولیم که این فردی بود که هایدگر رو در افق حکمت ایرانی اسلامی خواست تفسیر بکنه. بعدش هم شخصیت فردی به زیر سوال رفت، هم شخصیت علمیش، حتی شخصیت اخلاقی، شخصیت سیاسیش و حتی شخصیت روانیش. اینکه که تو بعضی از به اصطلاح مطالب ژورنالیستی فردی تا روان پریش هم خوانده شد. من برای اینکه سرنوشت اون بحث رو تعیین بکنم دارم نمیدونم چیکار باید کرد. اینو دارم بله نمیدونم چه اتفاقی میفته که یهو صدا من احساس میکنم زاویه شما از یه حدی که اضافه کردن شده. بقا شما صافتر بشین همچین بسیار. حالا من دارم چیکار میکنم توی این بسیار تقریری که مطلب میکنم، دارم چگالی بحث رو از دوش فردید بر میدارم به روی دوشهای قربان میذارم و برای خودم هم ادله‌ای دارم. میخوام نشون بدم که در واقع این قربان است که فردید رو در افق حکمت ایرانی اسلامی تفسیر میکنه. هایدگر رو عذر میخوام، این قربان است که هایدگر رو در افق حکمت ایرانی اسلامی تفسیر میکنه. در واقع حالا اگر سوالی داریم بیاریم رو شخصیت قربان، یعنی در مورد کار قربان، از چند تا مطلب هم داریم اینجا، یعنی فقط هم بحث تاریخی نیست، یعنی اساسا خود امکان یا عدم امکان یک چنین تفسیری رو هم میخوایم مورد بحث قرار بدیم، یعنی بحث فلسفیمون اینه. یعنی درسته، ولی ما بحثم داریم که هایدگر چطور وارد ایران شد. اول بحثمون اینه، من میگم که اصلا مهم نیست که حالا چه قربان بوده چه نویسنده آلمانی بوده، حالا
چون به ایران نمیاد اصلا جامعه ایران نمیشناخته قربان چون قبلی که به ایران بیاد شما و من میگم که این از ارزکار فردی کم میکنه حالا چه از خود متن حالیدگی رو میخون چه برایت ببینید درسته درسته من اول مقدمات بحث هم گفتم دیگه گفتم که توی این قصه به قدری بحثای حاشیه‌ای وجود داره که ما اینقدر باید به این حاشیه‌ها بپردازیم که کمتر وارد متن میشیم یعنی وارد دیبیت فلسفی میشیم یه مقداری من کارم اینه که این آبی که روش خس خاشاک زیادی کنار بگذارم تا یه مقدار زلالی بحث فلسفی خودش رو آشکار بکنه ببینید من در اینجا نمیخوام ارزش و اعتبار کار فردید رو زیر سوال ببرم البته اصالتش رو زیر سوال میبرم اما همین که فردید آدمی تونست کربن رو بفهمه و همین فقط فردید بود که در واقع کربن خب آثارش رو داشت اما فقط فردید بود که این جهت رو پیدا کرد فقط فردید بود و اگر بقیه به این خط فکری التفات پیدا کردن در واقع تحت تاثیر فردید بوده آقای محمد یهو صدا خیلی بلند میشه نمیدونم مال چیه دوستان میگم درست کرد سپاسگزارم ما مزاحم شما نشیم به هر حال ببینید داریم چند تا کار رو با هم پیش میبریم داریم مقدمات بحث رو میچینیم که اون بحث فلسفی رو هم به نحوی به اصطلاح آشکار بکنیم این پاسخ خودمون رو روشن بکنیم و ارزش و اعتبار تفسیر دینی و معنوی تفکر هایدگر یه بحثه و ارزش اعتبار تفسیر هایدگر در افق حکمت ایرانی اسلامی هم یک بحث دیگه است که گرچه اینها در جامعه ما در واقع به نحو ترکیبی پیش میره یعنی همه رو با یه چوب میرونیم دارم زوایای مختلف بحث رو مطرح میکنم فکر میکنم که این بحث میتونه تصویر روشن‌تری از این قصه یعنی از قصه هایدگر در ایران برای ما ترسیم میکنه به هر حال اجازه بدید ببینیم که کربن چه کار کرد من بازیه که توجه شما رو کربن جلب بکنم گرچه باید این عباراتم رو آخر بحث بگم ولی شاید برای اینکه یه مقدار شنونده رو با بحث بیشتر درگیر بکنم اول بگم کربن برای ما خیلی اهمیت داره کربن به ما ایرانی ها آموخت که خودمون رو عنوان ایرانی چگونه بفهمیم من هنوز کسی رو نمیشناسم که همچون کربن به ما ایرانی ها آموخته باشه که ایرانیت یعنی چی و همینجا بگم که هنوز دانشگاه های ما هنوز روشنفکران ما شاید حدود نیم قرن هنوز از کربن عقب‌ترن فهمی که او از ایرانی بودن ما داره فهمیست بسیار مهم و شاید در اندیشیدن بر دستاوردهای علمی کربن بتونه به بسیار از بحرانهای کنونی ما در جهان معاصر جواب بده در وهله نخست به نظر میاد که کربن یک مستشرق و مثل بسیاری از مستشرقین که هر گوشه دنیا میرن به قول جلال رحمت شرق و به عنوان یک امر عتیقه از زیر خاکا در میارن خاکشو میگیرن تو موزه میذارن کربن هم داره در واقع یک کار شرق شناسانه میکنه و ممکنه این تصور در ذهن بسیار از ما شکل بگیره که توجه کردن به کربن و توجه کردن به فرهنگ ایرانی و حکمت ایرانی اسلامی شاید ناشی از عقده ها ناشی از گرایشات شونیستی باشه ناشی از اینه که ما در دوره جدید بسیار تحقیر شدیم و حالا به نحو نوستالژیک میخواییم به گذشتمون رجوع بکنیم و بگیم ببینید ما چی بودیم هیچ کدوم از اینها محل امعان نظر ما نیست به عنوان یک مسئله فلسفی میخواییم فرهنگ ایرانی رو به کمک کربن یک بازنگری کنیم یعنی ببینیم کربن چه منظری در اختیار ما قرار میده در مورد فرهنگ ایرانی نه به عنوان چیزی که در گذشته در تاریخ قرار داشته و میخوایم درش بیاریم و تو موزه بگذاریم بلکه به عنوان یک مسئله بسیار مهم فلسفی در دوران کنونی و برای پاسخگویی به بحرانهای جهان کنونی میخوام ازش استفاده کنیم یعنی در واقع رویکرد ما یک رویکرد فلسفی است
نه یک رویکرد مستشرقانه. کربن یک فیلسوفه، کربن صرفا یک مستشرق نیست. از بعد حادثه یا به طور اتفاقی در واقع به خاطر مطالعات آکادمیکش وارد حوزه شرق شناسانه شده، اما کربن برای ما و توجه او به حکمت ایرانی اسلامی در واقع ناشی از انگیزه های مهم فلسفی است و این بحران های کنونی ما در جهان معاصره که سبب میشه که ما به کربن توجه بکنیم و به هیچ وجه در واقع ناشی از یک نوع گرایشات شونیستی خامی که امروز تو خیلی ها هست، علائم مثلا علائم پارسیان رو میذارن و نمیدونم این گرایشات بیمزهی که تو جامعه ما هم گهگاه مد شده، نه، ناشی از این گرایشات نیست. بس جدیست و با در واقع زندگی ما در دوران کنونی در واقع پیوند بسیار بسیار نزدیک داره. به هر حال کربن متولد سال 1903 میلادیه، یعنی تقریبا 1282 هجری شمسی. به این ترتیب کربن تقریبا حدود 7 سال زودتر از فردید پا به این جهان گذاشته، یعنی 7 سال از فردید بزرگتر. تحصیلات متوسطه دبیرستانی خودش رو و دانشگاهی خودش رو در زادگاهش فرانسه میگذرونه. در سال 1922 لیسانس فلسفه میگیره. مدتی شاگرد اتین ژیلسون بوده و نیز مدتی شاگرد امیل بریه بوده. ژیلسون و امیل بریه از اساتید برجسته تاریخ فلسفه قرون وسطا هستند. در سالهای 1923 تا 1924، یعنی دوره‌ای که کربن تقریبا یک جوان 21 ساله و 22-23 ساله بود، تحت تأثیر آموزش‌های فوق‌العاده و بی‌نظیر ژیلسون به اصطلاح مورخ برجسته تاریخ فلسفه قرون درس‌های او بود و شما ژیلسون رو با کتاب مشهورش روح فلسفه قرون وسطا به زبان فارسی می‌شناسید. ژیلسون خب تخصصش فلسفه مسیحی بود. درسایی که او در مورد حکمت مسیحی و فلسفه مسیحی داد به شدت کربن رو تحت تاثیر قرار داد. به واسطه همین ژیلسونه که کربن جوان با آرا و اندیشه‌های دونسکات یا دونسکاتس به اصطلاح عارف بزرگ مسیحی آشنا میشه. دونسکاتس همون کسی است که هایدگر رساله دکتراش رو درباره اون نوشته و ترجمه بدی به زبان فارسی هم از نظریه مقولات و معنا از نظر دونسکاتس به زبان فارسی ترجمه شده که ترجمه به نظر من ترجمه خوبی نیست. در اون دوره یک بحثی وجود داشت، الان هم این بحث وجود داره که چیزی به نام فلسفه مسیحی وجود داره یا نداره. خب میدونید امیل بریه معتقده که چیزی به نام فلسفه مسیحی وجود نداره، مثل این که میگیم ریاضیات مسیحی یا پزشکی اسلامی مثلا. نه، فلسفه فلسفه. برعکس ژیلسون از امکان وجود فلسفه به نام فلسفه مسیحی دفاع میکرد. ژیلسون در کلاس‌هاش نشون میداد که چطور کتب مقدس داده‌هایی رو در اختیار متفکران قرون وسطا گذاشتن که زمینه‌های تفکر و تحقیق فلسفی رو فراهم می‌سازند. کربن تحت تاثیر ژیلسون بود، یعنی او در یک دوره از امکان فلسفه مسیحی دفاع میکنه. کربن به برکت کلاس های امیل بریه تحت تاثیر اندیشه فلوتین قرار میگیره و باز تحت تاثیر کلاس های بریه در واقع اوپانیشاد های هندی رو میخونه، با اون آشنا میشه و به توصیه بریه زبان سانسکریت رو برای خوندن متون عرفان شرقی هندی در واقع میآموزه. اینها مراحل اولیه علمی زندگی کربن بود. کربن در همون موقعی که تحت به صورت در سر کلاس‌های درس اتین ژیلسون بود، با ترجمه لاتین نوشته‌های عربی قرن 12 مکتب تلی تله آشنا میشه. یعنی این کتب ترجمه‌های لاتین به صورت بعضی از آثار اسلامی بود، به خصوص آثار ابن سینا. ژیلسون این آثار رو درس میداد، ترجمه های لاتین از زبان عربی. در واقع همین کلاس ها نخستین آشنایی های کربن با فلسفه اسلامی بود. کربن به توصیه ژیلسون راهی مدرسه ملی زبان های شرقی میشه. به توصیه برای فهم آشنایی با فلسفه اسلامی، اگر امیل بریه او رو به خوندن زبان سانسکریت
تشویق کرد جیلسون رو به یادگیری زبان عربی به اصطلاح تشویق کرد. به همین دلیل وقتی به مدرسه ملی زبان‌های شرقی کربن وارد میشه، در واقع زمین‌های آشنایی کربن با زبان‌های شرقی به خصوص زبان عربی رو فراهم می‌کنه. همین که با زبان عربی آشنا میشه، در واقع موجب میشه که او رو کتابخانه ملی پاریس استخدام بکنه. در سال 1927، یعنی زمانی که کربن یه جوان 25 ساله بود، در سر کلاس‌های لویی ماسینیون مشهور قرار می‌گیره. لویی ماسینیون رو ما بیشتر از طریق آثار دکتر شریعتی شاید برامون اهمیت پیدا کرد. ماسینیون خب یک شیعه شناس بود. کربن در کلاس‌های لویی ماسینیون در بخش علوم دینی مدرسه مطالعات عالی فرانسه قرار می‌گیره. در اونجا از طریق ماسینیون در واقع با عالم و فرهنگ اسلامی آشنا میشه. ماسینیون گرایش بسیار عرفانی داشت، زندگیش هم بسیار عارفانه بود. مثلا ساعت‌ها از هفته رو وقف تدریس قرآن به یک نابینای مسلمان میکرد، یعنی به لحاظ وجودی هم میدونی که ماسینیون تمام عمرش گذاشت راجبه سه شخصیت بزرگ شیعه مطالعه کرد: سلمان فارسی، حضرت فاطمه و حلاج. کتاب‌هایی هم داره به زبان فارسی. هم آشنایی کربن با عالم تشیع در واقع مدیون ماسینیونه. خود کربن راجب ماسینیون میگه این انسان پیشتاز که با بیباکی تمام به شناختن زندگی باطنی عرفان اسلامی پرداخته بود. او رو پیشتاز میدونست که در واقع با باطن عرفان اسلامی آشنا بشه. اما فهم کربن از تشیع با فهم ماسینیون تا حدودی فاصله داشت و کربن از ماسینیون فاصله گرفت. کربن به اون دسته از متون عالم تشیع روی آورد که ماسینیون از اونها بی اطلاع بود، مثل متون مربوط به عرفان اسماعیلیه. ماسینیون کربن رو در اصل متهم به این میکرد که او یه شیعه‌گری افراطیه، یعنی یک مقدار در شیعه‌گریش افراطی کاره. بله آره، یه مقداری به تحت تاثیر. و همچنین کربن در واقع به پژوهش بسیار وسیع و گسترده در مورد شخصیت و اندیشه سهروردی می‌پردازه. و یکی از آرزوهای دیرینه کربن که هیچ یک از ما ایرانی‌هایش موقع این آرزوها در ذهنمون به وجود نمیاد، او می‌خواست که آرزو داشت که همه آثار سهروردی رو در واقع به زبان فرانسه ترجمه کنه. این آثار هم در واقع متن منقش در اختیار جهانیان قرار بگیره. برای کربن سهروردی در واقع مجدد حکمت اشراق حکمای ایران باستان بود. سهروردی میخواست پهلویات رو یا آنچه که خودش حکمت خسروانی مینامید رو به اصطلاح احیا بکنه. ماسینیون دلنگران بود که کربن سهروردی و فلسفه اشراق سهروردی رو بیش از اندازه مزلاعی و متأثر سنت زرتشتی میکنه. کربن در واقع توجهی هم به اندیشه های ایران باستان داشت، اندیشه زرتشتی و تفکر مزرعی. ماسینیون یک سفر در چندین سفر به ایران اومده بود. از آخرین سفرش به ایران یک کتابی با چاپ سنگی از سهروردی رو به نام حکمت الاشراق برای به اصطلاح کربن سوغات میبره و بهش میگه این کتابو بگیر، شاید چیزی برای تو داشته باشه. کربن خودش اعتراف میکنه کتاب تأثیر بسیار ژرفی رو گذاشت و تمام عمرش رو در واقع بخش وسیع از حیات علمی و تألیفات کربن در واقع به شرح و تفسیر زندگی و اندیشه های سهروردی و معرفی سهروردی به جهانیان اختصاص پیدا کرده. کربن در واقع میان نحوه تفکر خودش و فلسفه سهروردی نوعی قرابت و همسویی میدید. من امیدوارم این قرابت و همسویی رو شما بهش توجه بکنید. مسئله ما هم هست، فقط یک حساسیت آکادمیک و شرق شناسانه نیست که او به سهروردی توجه میکنه. او احساس میکرد که تا آخر عمرش با شیخ اشراق همدل و همراهه. خود کربن میگه اون چیزی که ماسینیون به من گفت، گفت بگیر این کتاب رو، بگیر شاید چیزی داشته باشه، اون چیزی که در واقع ماسینیون گفته بود در واقع عبارت بود از همدهی. این عبارت خود کربنه: همدمی و همراهی با شیخ اشراق در تمام زندگیم. سهروردی طی سالهای متمادی راهنما و همسفر برادروار من بود. حالا سوال اینه، چرا کربن
این همه به سهروردی و فلسفه اشراق توجه داره. اگر این ناشی از یک نوع حساسیت آکادمیک رشته تحصیلیش نیست، به این دلیل که دانشجوی این رشته بوده حالا توجه میکنه، آیا حساسیت صرف یک حساسیت شرق شناسانه است؟ به هیچ وجه. پس چرا کربن به سهروردی توجه پیدا کرد؟ خود کربن عباراتی داره که در واقع میکوشه پاسخ این پرسش رو بده. میگه در یک از عباراتش میگه هر کدوم از رفرنس ها رو هم خواستید، من دیگه رفرنس ها رو نمیدم، اگه شماره صفحه اینا رو خواستید بگید که من به صورت داکیومنتالایز کنم، بکسم رو کانتکچوالایز بکنم. در یک از عباراتش میگه من همیشه یک افلاطونی به معنای عام بودم. بچه ها افلاطونی که میدونید یعنی چی؟ وقتی یک کسی افلاطونی یعنی گرایشات شدیدن معنوی داره، در برابر ارسطو که گرایشات شدیدن منطقی داره. و این قصه شماست که باید تکلیفتون اگر میخواهید به عنوان یک عنصر آگاه، عنصر اندیشمند که از زندگی نیمه حیوانی نیمه انسانی میخواهید فاصله بگیرید و بر اساس تفکر نحوه هستی خودتون رو رقم بزنید، بر اساس اندیشه‌های عمیق، یک از جاهایی که یک از مواضع و مواقفی که شما باید تعیین تکلیف برای خودتون بکنید این که شما به افلاطون نزدیکترید یا به ارسطو. نگاه شما به افلاطون نزدیکتره یا به ارسطو؟ روزگار کنونی روزگار حاکمیت ارسطو است. جهان ما در واقع جهانی است که نگرش منطقی در واقع ارسطو غلبه داره. وقتی یک کسی در واقع افلاطونی در واقع نسبت به این غلبه منطق و متافیزیک، گرچه خود افلاطون، خود اینم یه قصه ایست، حالا باید یه موقع روشن بکنیم که چطور بنیانگذار متافیزیک خود دارای گرایشات غیر متافیزیک بود، این خودش یک نکته ایست به لحاظ تاریخی. به هر حال در افلاطون گرایشاتی وجود داره که این گرایشات در واقع با گرایشات متافیزیکی که امروز ما میشناسیم، یعنی نظام‌های فلسفی مفهومی که در واقع از دل اندیشه ارسطو اومد بیرون، ارسطو در طی تاریخ متافیزیک غلبه پیدا کرد. به هر حال وقتی میگیم افلاطون یعنی یک نوع گرایشات دیگری که در واقع جنبه‌های غیر متافیزیکی است، یک نوع شوق، یک نوع اروس، یک نوع ارتباط وجودی با موضوع مورد مطالعه، فقط صرفا یک رابطه مفهومی نیست. حالا اگر یه زمانی فرصت شد من راجع به اختلافات ارسطو و افلاطون میگم که چطور با ارسطو تفکر کاملا سکولار میشه، دست که هنوز در افلاطون تفکر به تمامی سکولار نشده، چطور البته مطابق تفسیر هایدگر ریشه های سکولاریزه شدن معرفت و ریشه های اومانیسم رو در خود افلاطون دنبال کرد. نطفه در دل بذر و نطفه متافیزیک رو در دل اندیشه‌های، در دل آثار و اندیشه‌های افلاطون میتونیم ببینیم، اما در ارسطو است که این نطفه تبدیل به یک نهال میشه و در بسط تاریخی خودش به سوبژکتیویسم دکارتی و کانتی میرسه و آنچه که امروز ما ببینیم در واقع نیچه و سپس پست مدرنیسم، در واقع در ادامه سوبژکتیویسمی که کاملا با ارسطو متحقق میشه. به هر حال وقتی کربن میگه من افلاطونی بودم یعنی گرایشات شدیداً دینی داشتم. حالا اینجا راجع خودش میگه کربن، من همیشه یک افلاطونی به معنای عام کلمه، نه اینکه دقیقاً حالا نظریه فرض پارتیسیپیشن ارسطو رو قبول دارم، نظریه موسول نظر بحث بحثی نیست، من همیشه یک افلاطونی به معنای عام بودم، یعنی فکر میکنم افلاطونی به دنیا آمدم، همان گونه که بعضی ملحد یا مادی باور و غیره متولد میشه، یه عده ماتریالیست به دنیا میان ذاتن ماتریالیستن، یه عده ذاتن افلاطونی. به راز کشف نشدنی گزینش های ازلی نمیتوان پی برد، این نمیشه پی برد واقعا چه اتفاق میفته گزینش های ازلی. من که یک افلاطونی جوان بودم شور دل خود را با آتش امام افلاطونیان ایران زمین یعنی سهروردی شعله ور ساختم. پس اهمیت سهروردی در واقع برای اهمیت سهروردی برای کربن از این جهته که سهروردی امام افلاطونیان ایرانیه، افلاطونیه. اینم داخل پرانتز بگم ببندم،
در ایران ما متفکر غیره در سنت فکری خودمون، در سنت فلسفه و حکمت ایرانی اسلامی ما متفکر مطلقاً ارسطویی نداریم. حتی ابن سینا فهم افلاطونی از ارسطو داره. پرانتز بست. این بحث شور دل بحث مهمی است. این گرایشات اگزیستانسیل که در واقع در تفکر ارسطویی چنان حضور نداره. من که یک افلاطونی جوان بودم، شور دل خود را با آتش امام افلاطونیان ایران زمین شعله ور ساختم، یعنی سر بردیم، و دائما همراه او شدم. از ورای نوشته ها و ترجمه هایم حضور او مشهود است. من شیخ الاشراق جوان را از دیرباز قهرمان نمونه فلسفه، رو این کلمات توجه کنید، برای کربن شیخ الاشراق، شیخ اشراق شهاب‌الدین سهروردی شهید، قهرمان نمونه فلسفه، نمونه اعلای تفکر برای سهروردی، نمونه اعلای تفکر سهروردی. من شیخ الاشراق جوان را از دیرباز قهرمان نمونه فلسفه می‌دانستم و با بهره جستن از الگوی او کوشیدم تمامی فرهنگ معنوی ایران را بفهمم و همه ابعاد در حال تکوین آن را ترسیم کنم. به تعبیر دیگه کربن سمبول یک مسیحی عاشق بود. کربن یک مسیحی عاشق بود، دست پرورده حقیقی گرایشات عمیقا دینی که در سنت تفکر مسیحی وجود داره. کربن وقتی میگه افلاطونی، حکایتگر گرایشات عمیقا عرفانی و باطنی است که ریشه در اندیشه های آگوستین و عرفان مسیحی در سنت غربی داره. کربن یک درد فلسفی داشت. این درد میتونه درد ما هم باشه. میتونم صورت مسئله رو حذفش بکنیم. میتونیم با کربن موافق نباشیم. اما کربن یک مسئله جدی داشت. این مسئله در واقع مسئله ما هم به اعتقاد من هست. یعنی بالاخره مسئله، حتی اگر جوابهامون یکی نباشه، ولی با این مسئله مواجهیم. کربن در واقع میخواست به نحوی تفکرات متافیزیکی رو از یک سو و تفکرات باطنی اشراقی و عرفانی رو از سوی دیگه جمع کنه. همون قصه همیشگی عقل و عشق. این مسئله همه ما هم است. آیا تفسیر معنوی، آیا تفسیر دینی در جهان تکنولوژیک امروز، در جهان متافیزیک زده امروز امکان پذیره یا نه؟ این مسئله فردیدم بود. همون اولین عباراتی که من از فردید، همون اولین عبارات در اولین مقاله فردیدم که درباره به اصطلاح برکسون بیان میکنه، دغدغه فردید رو دیدید. چطور میشه در روزگار کنونی در واقع تفسیری معنوی، به تعبیر دیگه تفسیری غیر نهیلیستیک از جهان داشت؟ در جهان کنونی، در جهان کنونی معنا رو کجا میشه یافت؟ با متافیزیک، با فلسفه به این معنا نمیتونید برسید. متافیزیک رسید به مرگ خدا. نهایت تفکر متافیزیکی شد مرگ خدا. پیش از اون آنتینومی های کانتی بود. دلایلی داریم خدا هست و دلایلی داریم خدا نیست. خدا یک بیکار شد، ساعت‌ساز بیکار شد و به تدریج این خدا رو به احتضار بود تا اینکه فاتحه‌شو نیچه خوند. و به اعتقاد من امروز ما شاهد مرگ خدا در دل خودمونم هستیم. خدا داره در ما میمیره. سوال ببینید، ببینید چند تا مفهوم رو روشن بکنید. یکی این که وقتی شما میگید دین، مرادتون پاره ای از باورها، پاره ای از گزاره ها، پاره ای از قضایاست، قضایا و باورهایی که در طی یک تاریخ در میان یک قوم و یک ملت شکل گرفته. وقتی شما میگید دین، منظورتون فقه. وقتی میگید دین، منظورتون تئولوژیه. این که من معتقد باشم مثلا
خدا یکیست و در این حال سه تاست تئولوژی مسیحی، یا معتقد باشم که پیغمبر ما معصوم است، ائمه معصومند، به عنوان اصل عصمت، امامت، عدالت، آخرت. ببینید در واقع وقتی ما میگیم دین، خیلی وقتا در واقع پاره‌ای از باورها و احکام عملی و نظری تو ذهنمون میاد و شما میگید خب چه اشکال داره، من به این باورها تن نمیدم اما در این حال نیهیلیست نیستم. اما باز یک پیچیدگی دیگری در این بحث وجود داره. وقتی ما از نیهیلیسم صحبت میکنیم گاهی مرادمون نیهیلیسم روانشناختیه، نیهیلیسم روانشناختیه. اگر شما با روانشناسا صحبت بکنید میگن اصلا بحث نیهیلیسم احمقانه است، چون هیچ رفتاری بی‌معنا نیست. اگر یه بچه مثلا یه شروع کرد رو فرش خیلی عضو میخوام شاشیدن، این به هیچ وجه حرف رفتار بی‌معنا نیست، این یک بچه یک معنایی رو داره بروز میده. برای جامعه شناسا هم هیچ پدیدار اجتماعی بی‌معنا نیست. یعنی اگر مثلا توی بازی استقلال پیروزی زدن اتوبوسا رو آتیش زدن، ما اگر بگیم رفتار بی‌معناست، در واقع به طور تسامحی مفهوم بی‌معنا رو به کار بردیم. این رفتار حکایتگر یک معنای اجتماعی است، مثلا اعتراض، مثلا شورش، مثلا فریاد به اصطلاح اعتراض به نابسامانی های اجتماعی، بیکاری و غیره. مراد ما از نیهیلیسم هیچ کنم از اینها نیست. مراد ما از نیهیلیسم نیهیلیسم اونتولوژیکه. مراد ما از نیهیلیسم اونتولوژیک عبارت از این است که آیا در این جهان کانون معنا بخش وجود داره یا نه، آیا بنیاد معنا بخش وجود داره یا نه. انسان است که معنا رو خلق میکنه. باز بحث معنا رو معنای سمنتیک ندید، یعنی آنچنان که مثلا دوستسور یا مثلا ویتگنشتاین یا بحث فیلسفان تحلیلی میفهمند. در اینجا که ما از نیهیلیسم صحبت کنیم و از معناداری یا بی‌معنا بودن جهان، در واقع معنا رو نه از نقطه نظر مثلا روانشناسی مثل ویکتور فرانکل یا مثلا نظر جامعه شناسی مثل وبر یا گیدنز، یا نه از نظر مثلا زبانشناسی یا بحثایی که در فلسفه‌های تحلیلی ویتگنشتاین نمیدونم کواین و دیگران مثلا مطرح، این چیزی که اینجا از به معنای نیهیلیسم به کار می‌بریم، در واقع مرادمون نیهیلیسم به اون معنایی است که نیچه و هایدگر و هوسرل ازش می‌فهمند. به تعبیر دیگه من میام تو این سالن به شما میگم بچه ها قلم رو بردارید، این کلاس رو، این سالن رو توصیف بکنید. می نویسیم این کلاس تشکیل شده است از چند تا پرده، یه تخته، وایت بورد، نمیدونم کامپیوتر، چراغ، دیوار، غیره و غیره، چند تا دانشجو و یک معلم. حال سوال اینه آیا همین یا در اینجا حضور دیگری هم هست؟ به تعبیر دیگه این جهان ما متشکل شده از صرف این موجودات و اشیا، یا علاوه بر این موجودات و اشیا حضور دیگری هم هست؟ دو تا پاسخ بنیادین وجود داره، either or، غیر از این پاسخ دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. یا شما در پس این موجودات، در پس این موجودات با یک خلاء مواجه میشید یا با یک ملأ. دقیقا شکم حالتی است که در بعضی از مراحل تاریخی وجود داره، ولی بالاخره این شک به یک طرف میغلطه. نمیشه بازی آکروباتیک کرد مثل الهیات پست مدرن که میخواد ما رو تو این شک نگه داره. الهیات پست مدرن میخواد ما رو تو این شک در بیاره نگه داره. الهیات پست مدرن میگه که متعلق ایمان امیده نه باور. اینو گریفین و اینا میگن. منظورشون از این حرف چیه؟ منظورش از این حرف اینه که در دوران سنت گفتن خدا هست، همین که گفتن خدا هست یه ده شده نماینده خدا، کلیسا تشکیل شد، بعد پاپ اومد، بعد به نام خدا کشتن، بردن، جنایت کردن، به ناموس مردم تجاوز کردن، شکنجه دادن به نام تعذیب و و و. بشر دور جدید بعد از رنسانس گفتن خدا نیست، خر ما از کرگی
دم نداشت. اصلا این خدا رو نمیخوایم تا نه پاپی باشه، نه کلیسایی باشه، نه انگلیزاسیونی باشه، نه دادگاهی باشه که گالیله رو به محاکمه بکشونن. این تجربه هم تجربه موفقی نبود. یک نوع به اصطلاح فرهنگ نیهیلیستی شکل گرفت، از دلش جنگ‌های جهانی در اومد، از دلش به اصطلاح کودهای آدمکوزی در اومد، از دلش فاشیسم نظام‌های توتالیتر در اومد و و و و و. حالا الهیات پست مدرن میگه که ببینید، ما نمیگیم خدا هست تا اسیر جزمیت نظام‌های تئولوژیک بشیم، نمیگیم خدا نیست تا اسیر به اصطلاح نیهیلیسم دوران مدرن بشیم. ما میگیم متعلقه، ایمان باور نیست. چون وقتی میگیم باور یعنی جزمیت، یعنی هست، میگیم امیده، نمیدونیم هست اما امیدواریم که باشه. این راه حل باعث میشه که نمیگیم هست تا اصیل جزمیت بشیم، نمیگیم نیست تا اصیل نیهیلیسم بشیم. تا کجا میشه این آکروبات بازی به نام داد؟ به نظر من در واقع یه بازی آکروباتیکه. شما به یک طرف سقوط پیدا میکنید، راهی وجود نداره. آره آره، گاهی وقتا در فرد یه شک وجود داره، ولی وقتی فرهنگی که شکل میگیره دیگه بر اساس یک شک نیست. فرهنگی که شکل میگیره بر اساس یک شک نیست. خیلی ها از این شک صحبت کردن. یاسپرس میگه ما دو تا امکان بنیادین داریم، دو تا امکان بنیادی داریم. اگزیستانس دو تا امکان بنیادی داره. کیرکگور و نیچه نماینده دو تا. یک امکان میگه خدا مرد و یک امکان میگه که من میخوام با خدا زندگی بکنم. فلسفه چی کار میتونه بکنه؟ یاسپرس میگه فلسفه نمیتونه برای ما جواب بده. فلسفه فقط میتونه برای ما روشنگری کنه. فلسفه میتونه برای ما نتایج و لوازم انتخاب هامون رو نشون بده. اگر بگی هست، این نتایج و لوازم رو داره. اگر بگی نیست، این نتایج و لوازم رو داره. حالا این تویی که باید انتخاب بکنی. کیرکگور از جهش ایمانی صحبت میکنه. جهش تمسک میکنی. هایدگر میگه هم یاسپرس و هم کیرکگور هنوز اسیر سوبژکتیویسم. هنوز اسیر. ما هنوز داریم سوال میکنیم آیا هست یا نیست. تفکر هایگر این سوال رو میخواد به هم بزنه. اصلا مسئله اینطوری نیست که آیا هست یا نیست. وقتی میپرسی آیا هست یا نیست، دوچار شکی، چون اصلا صورت مسئله غلطه. شما داری راجع به خدای اونتیک صحبت میکنید، راجع به یک موجود داری صحبت میکنید. شاید آره، اون موجود مطمئنن ساختگیه، اون موجود مطمئنن ساختگیه. اون خدایی که شما راجبش صحبت میکنی که آیا ممکنه باشه یا ممکنه نباشه، اون خدا خدایی که به بچه ها درس میدن تو کودکستان ها، از بچه که تو گوش بچه های ما میخونن، این خونه که بنا داره، این خدا، این عالم هم خدا داره. نسبت خدا با این جهان مثل نسبت یک بنا با این خونه است. اما بنا وقتی خونه رو ساخت میره میمیره و این خونه کماکان هست. تمام تلاش هایدگر شما باعث میشید من از قصه خارج بشم، ولی خب به هر حال شاید نیاز شماست. تمام تلاش هایدگر اینه که این مسئله صورت مسئله غلط. سوال شما اینه آیا موجودی به نام خدا هست؟ تا زمانی که تفکرتون اونتیکه، راجع موجودی به نام خدا فکر میکنید، همواره در این تردید هستید که آیا هست یا نه. تمام تلاش هایدگر اینه که تفکر اونتیک رو اونتولوژیک کنه، نگاه رو معطوف به وجود بکنه نه معطوف به موجود. وجود همون حقیقت تعلیق ناپذیره. اساسا وجود رو نمیشه تعلیقش کرد. وجود همون امر انکار ناپذیره. وقتی شما این نگاهتون از نگاه اونتیک تبدیل به نگاه اونتولوژیک شد، دیگه اساسا مثلا بحث بر سر این نیست. وجود رو نمیشه انکار کرد. همون لحظه که وجود رو انکار میکنید، مثل دکارت، همون لحظه که وجود رو انکار میکنید داری وجود رو اثبات میکنید. هستی هست، یک عبارت ساده است.
هستی هست، میتونیم بگیم یه توتولوژیه، تکرار محصل تحصیل حاصله، مثل که داروهای خواب آور خواب میآورن، یه توتولوژیه، یه قضیه تحلیلیه، هیچ حرف تازه‌ای به ما نمیده. هستی هست میتونه یه توتولوژی باشه و میتونه یه توتولوژی نباشه. در دل این عبارت ساده چیزی خودش رو آشکار میکنه که چشم رو خیره میکنه و اندیشیدن به او در واقع میتونه معنا بخش جهان و زندگی ما باشه. تمام تلاش افلاطون این بود که در یک طرفت العینی امکان مواجهه با این هستی رو نشون بده. این هستی به عنوان یک امر استعلاعی امریست که به هیچ وجه تجربه پذیر نیست، به قول ویتگنشتاین فقط میتوان نشانش داد بیان که بتونیم در یک گزاره ازش خبری بدیم. حالا اگر با این مقدمات من موافق باشید، با این فهم من موافق باشید، اولا دین رو به منزله مجموعی از باورهای تاریخی قومی بومی در نظر نگیریم. مرادم از فقه، مرادم از دین فقه نیست، مرادم از دین نماز خوندن نیست، مرادم از دین نمیدونم حج و روزه و غسل تعمید و این احکام که در شریعت های مختلف هست نیست. مرادم از دین مجموعی از باورها نیست، مرادم از دین یک وضع اگزیستانسیله، یک وضع بودن ماست، یک نسبته. اگر دین رو به این معنا بفهمیم، برای من دو راه بنیادین وجود داره، یا نیهیلیستیم یا از نیهیلیسم عبور میکنیم. اگر از نیهیلیسم عبور کردیم دین داریم. کلمه دین بار تاریخی داره و این بار تاریخی در واقع با همه دردها و رنجهایی که اسیرش هستیم باعث میشه که ذهن ما دائما معطوف به یک نهاد اجتماعی بشه. من دارم یک بحث اونتولوژیک میکنم، در پس این موجودات که ما باش مواجه می هستیم، یا با یک خلأ مواجهیم یا با یک ملأ، دو امکان بنیادینه. البته کسانی هستن که راهحل‌هایی رو میخوان پیدا بکنن. خود نیچه از نیهیلیسم منفعل و نیهیلیسم فعال صحبت کرد. او میگه من چی میفهمم، خیلی متفکرین هستن که میکوشن مستقل از آگاهی که در دل سنت‌های تاریخی وجود داشته راهی رو برای خروج از نیهیلیسم نشون بدن. ارنست یونگر عبور از خط رو مینویسه، یعنی عبور از خط نیهیلیسم. اما تحلیل من اینه که در آخرین تحلیل، ما با دو امکان بنیادین مواجه هستیم. هر اسمی میخواید بهش بگذارید، به زبان خیلی لوری، به زبان بسیار ساده اگر بخوام بریم، من یکیشو میذارم دین و یکیشو میذارم نیهیلیسم. راه دیگه ای نمیشناسم. بفرمایید. ببینید کاملا قابل فهمه، ببینید کلی میشه راجع به این سوال شما حرف زد، من نمیدونم از کجا شروع بکنم. ببینید فرق تفکر فلسفی با سیاست چیه، با ایدئولوژی چیه، فرق یک متفکر یا فیلسوف با یک پولیتیکال اکتیویست چیه، با یک ایدئولوژیست چیه. شما یه دقیقه نگاهتون رو به بازار و عرصه سیاست معطوف بکنید، چی میبینید؟ وقتی رسانه ها رو باز میکنید چی میبینید؟ اون چی که مهم است منافع و مصالح عملی است.
چرا گاهی وقتا میگید خفش کنین رسانه رو، ببندش؟ چون احساس میکنین به نظر نمیاد بحث حقیقت باشه، بحث بر سر این است که چی به نفع فلان جریانه. ما از کجا شروع میکنیم؟ ما به خاطر مساله عملیمون نحوه نگاهمون به جهان رو تعیین میکنیم، یا بر اساس نگاهمون به جهان مساله عملیمون رو تعریف میکنیم؟ داریم بحث فلسفی میکنیم. قاعدتا نتایج سیاسی نباید راهبر ما باشه، اندیشه ما باید راهبر سیاست باشه. حال دغدغه شما کاملا قابل فهم. شما میگید که ما که نمیتونیم تو خلا بشینیم، تو عالم حورقلیایی بحث بکنیم، بالاخره این بحث ما در یک کانتکست اجتماعی تاریخی قرار داریم، درسته؟ و بالاخره میخوایم با این بحثا به درد خودمونم در صحنه اجتماعی هم جواب بدیم. ببینید مهمترین مسئله، یکی از مهمترین، من همش میگم مهمترین مسئله، در فکر چند جوره مهمتره، همه اینا در واقع یک مسئله است. ما هی صورتمندیش رو دگرگون میکنیم، روح مسئله یکیه. اونجا گفتم نزاع افلاطون ارسطو، الان باز یک دیگه از مسائلی که شما، من خواهشم اینه که روش فکر بکنید. بسیاری ما رو در برابر یک دایکاتومی قرار میدن، در برابر یک سنبیت قرار میدن، یعنی معتقدن که بشر دو راه داره. یکی از مهمترین مسائل ما اینه که نسبت به جهان کنونی چه احساسی داریم. شما نسبت به جهان کنونی خرسندید یا خرسند نیستید، ساتیسفایدید یا ساتیسفاید نیستید. من چندین کشور رفتم، در بسیاری از کشورها، کشورهایی که موسوم به کشورهای جهان سوم هستن، در جلوی همه سفارتخانه ها جمعیت بسیار 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 زیادی صف بست. همه میخوان برن اونور آب. اونور آب یعنی رهایی، اونور آب یعنی سعادت، اونور آب یعنی آزادی. خب سوال، آیا واقعا چنین است؟ ماکیاولی گفت همان گونه که کریستوف کلمب در عرصه جغرافیا سرزمین جدیدی رو کشف کرد، من نیز در عرصه اخلاق و سیاست سرزمین جدیدی رو کشف کردم. کاملا درست. سرزمین جدید یعنی همین دنیای مدرن. اما سوال اینه، آیا این سرزمین جدید مأوای مناسبی هم برای سکنا گزیدن انسان هست یا نه؟ بسیار از توده ها، همونایی که رهبریشون دست فارسی وانه، مثلا در واقع این دنیا رو دنیای آزادی میدونن، این دنیا رو دنیای سعادت میدونن، این دنیا رو دنیای بهشت زمینی میدونن. در برابر این جریان یک نگاه دیگری همه هست، در برابر این جهان موضع داره. دارم صورتمندی خیلی کلی میکنم و میتونیم کوچه پس کوچه هاشم ترسیم کنیم، اما در یک اشل بسیار، یه بحث به طرح شماتیک از بحث، گروهی هم هستن که در واقع به عالم سنت چسبیدن. اونها هم این دنیا رو لعن و نفرین میکنن و در واقع باهاش مواجهه دارن. بن لادن ها رو در نظر بگیرید، طالبانیسم رو در نظر بگیرید، اون چی که اسمش شاید بشه بنیادگرایی. سوال من اینه آیا ما با این دایکاتومی مواجهیم و راه دیگری در برابر بشر گشوده نیست، راه دیگری در برابر ما وجود نداره، یا ما باید به پاپ ایمان بیاریم و به کلیسا و همه جنایاتی که به نام دین و مسیح و خدا در طول تاریخ صورت گرفته، یا باید من به دنیای مدرن و به همه نتایج و لوازمش تن بدم؟ یا بلاز این پرنسیپل داریم بحث میکنیم، و حالا در پرکتیکال چیه باز یه بحث دیگری باید مطرح بشه. یعنی مسئله رو نمیخوام سادش بکنم که عملا چه میشود، اما فعلا باز خودمون صورت مسئلهمون رو مشخص بکنیم. به لحاظ نظری من دقیقا در بطن همون عالم واقعی شما دارم بحث میکنم، ما در یک عالم
دو تا نظام اپیستمیک وجود داشته که منجر به دو تا نظام سیاسی شده. حالا در یکی رو بسرش رو بذاریم حاکمیت کلیسا و پاپ، و در یکش رو بذاریم لیبرال دموکراسی. در یک نماسازی رو باز کوچه بس کوچه های بحث رو بذاریم کنار. آیا در برابر بشر راه دیگری وجود نداره؟ مثال میخوام بگم، کیرکگور معتقد بود مسیح در زندان کلیساست. من حق ندارم مسیح رو با پاپ با یک چوب برونم، ما باید مسیح رو از زندان کلیسا نجات بدیم. این یک راهیست، نه به پاپ تن میده، نه به لیبرال دموکراسی، نه به نیهیلیسم، میخواد راه دیگه رو جستجو بکنه. گفت نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهیست، غریبم سائلم این ره کدام است. این موزل تفکر در هر دوره تاریخی بوده. اصلا تفکر یعنی که در میان دایکوتومی های دروغین شما راه دیگری رو آشکار بکنید. به همین دلیل تفکر دشواره، به همین دلیل تفکر از هر طرف مورد حمله است. هر تفکری که الان دعوت به اندیشیدن در آره سنت بکنه، روشنفکرها اون رو در واقع آب با آسیاب نظام های تئولوژیک تلقی میکنن. اما برید سراغ همون تئولوژیستا و طرفداران اندیشه های سنتی، ببینید اصلا برای این نوع اندیشه ها تره خورد میکنن، اینها رو متهم به دینی بی دینی و نمیدونم روشنفکری و لامذهبی میکنن. سوال اینه، ما میتوانیم در برابر این دو امکانی که در برابر ما سفارایی میکنن، این دایکوتومی غرب و جریانات سنتگرا، آیا در برابر ما راه دیگه وجود نداره؟ اگر من اینجا میگم کربن، اگر من میگم فردید، اگر من میگم هایدگر، در واقع اینها متفکرانی هستند که بر اساس این دو تجربه تاریخی میکوشن راه دیگری رو برای بشر پیدا بکنن. منتها جامعه ما در خیلی از جوامع، از جمله در جامعه ما به معنای مضاعفی جامعه ایدئولوژیک زده و سیاست زده است، بر اساس مسائل اینجا و اکنون در مورد تاریخ و بشریت میخواد جواب بده. بذار یه مثال خیلی ساده بزنم. در یه دوره نسلی شکل گرفت به نام نسل غرب زدگی، حول حوش کتاب جلال احمد، بازگشت به خیش شریعتی، یه نسلی. چرا؟ چون ابتذال حکومت پهلوی رو دید، بر اساس اون دچار یک عکس العمل شد. 30 سال گذشت، بازگشت به خیش شد بازگشت به خیش، همه اونا رو مسخره کردن. بازگشت به خیش به معنی خیشتن شد خیش یعنی ارتجاع، خیش در برابر تراکتور. دوباره حالا امروز ما دوچار یک عارضه دیگه هستیم، در اینجا و اکنون تاریخی خودمون دوچار مسئله هستیم. آیا وقت اون نرسیده که متفکرانه و فیلسوفانه با مسئله برخورد بکنیم؟ دائما پنیر گیرم نمیاد، کره گرونه، یه هم میگم مرگ بر سنت تاریخیم. ما با مسائل فرهنگی و تمدنیمون مواجه هستیم. پرسش به این که ما میخوایم گرایش نیهیلیستیک رو برگزینیم یا بکوشیم از نیهیلیسم عبور کنیم، یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله تاریخی است و یک مسئله تمدنی است. اما اینکه تو فلان انتخابات فلان مسئله شده، یک مسئله اینجا و اکنون منه. من بر اساس مسئله اینجا و اکنون خودم در مورد بر اساس نقطه در مورد خط قضاوت نکنم. آیا من میگم نقطه رو نبینید؟ آیا من میگم به مسائل اینجایی و اکنونی اون نیندیشیم؟ آیا میگم وقتی راجع به خط فکر میکنیم بی ارتباط با من؟ نه، بی ارتباط نیست، اما متفکر باید کمی جلوتر از دماغشم ببینه. اگر چنین نکنیم، ما دائما دچار تعارضاتیم، دائما دچار تعارضاتیم. امروز گفتمان‌های گذشته رو استهزا می‌کنیم، فردا گفتمان‌های کنونی ما رو استهزا خواهند کرد. اما تفکر
این رو برای من، برای انسان امکان پذیر میسازه که بر اساس یک تجربه اگزیستانسیل خودم قبل از اینکه اتفاق بیفته بتونم حدس بزنم چی پیش میاد، قبل از اینکه اتفاق بیفته در درون خودم میتونم، مگه ما متهم نمی کنیم؟ مثلا تو همین بحث جلال احمد از حکومت پهلوی بدش میومد، میکوشه سنت تاریخی رو به صحنه سیاست بکشونه. امروز ما نقد میزنیم. جلال تو اصلا فکر کردی یا به نفع نااندیشیده سنت رو به خیابون کشوندی؟ اصلا یه لحظه فکر کردی فقط دردت این بود که شاه بره؟ اصلا فکر نکردی بعدش چی میشه؟ تو سنت رو به نحو نااندیشیده ای وارد خیابون کردی. ببین امروز ما چه معضلاتی مواجه هستیم. دوباره همین تجربه داره تکرار میشه. امروز به خاطر مسائل سیاسیمون به سنت پشت میکنیم. من به عنوان یک متعاطی فلسفه و به عنوان یک عضو کوچک جامعه شبه فلسفی کشور حق ندارم با این مسئله فکر بکنم. بچه من در یک دنیای نیهلیستیک چگونه خواهد شد؟ اخلاق چه خواهد شد؟ عشق به کجا خواهد انجامید؟ من حق ندارم در مورد تجربه انسان غربی فکر بکنم. آیا من دارم آب به آسیا به وضعیت موجود میرسم؟ آیا من دارم توجیگر استبداد سیاسی هستم؟ نه، من دلنگران خودمم، دلنگران فرزندانم هستم، دلنگران شما هستم. من به خاطر همون ارزش‌هایی که شما دغدغه‌شو دارید بیاین فکر بکنیم. به هر حال سوالات شما ما رو یه مقداری در بطن بحث قرار داد. من می‌خواستم در حاشیه باشم، شما به بعد کشوندید. بگذارید برگردیم به همون بحث خودمون که چرا کربن به سهروردی نظر داره. درد کربن اینه که چگونه در جهان تکنولوژیک کنونی میشه از نیهیلیسم عبور کرد. بحران مسئله اصلی کربن مسئله نیهیلیسمه و این مسئله همه ما هست. خواست همینجا داخل پرانتز بگم، اگر امروز کسی به روی مسئله نیهیلیسم فکر نکنه اهل تفکر نیست از نظر من. اگر کسی با نیهیلیسم مواجهه نداره اصلا اهل فکر فلسفی نیست. ممکن استاد دانشگاه باشه، کارمنده دیگه، بدبخت ننه مرده، یکی افتاده اداره ثبت، یکی افتاده اداره سازمان گوشت، یکی هم افتاده وزارت علوم. ممکنه بحث فلسفی بکنه. فیلسوف نمایی خیلی غیر از فلسفه بودنه، فیلسوف بودنه. میشه فیلسوف نمام بود، میشه وراجی فلسفی کرد. امروز نیهیلیسم مهمترین مسئله ماست. اگر کسی نیهیلیسم رو نمیبینه یا باش مواجهه نداره به این معنا نیست که نیهیلیست نیست، به این معناست که اصلا درکش رو نداره. خیلی جاها من دیدم میگن تو احوالات درونی خودت رو به همه تعمیم میدی. این قصه رو بارها و بارها و بارها من تکرار کردم. یک بار دانشگاه تربیت مدرس داشتم نهار میخوردم، یه کدیور اومد سر میز نهار نشسته بودیم، کدیور میگفت که عبدالکریم دیشب یه جا غیبت تو بود. گفتم کسی هم دفاع میکرد؟ گفت هیچ کی دفاع نکرد. گفتم بحث بر سر چی بود؟ میگفت ما نفهمیدیم. یکی پرسید ما نفهمیدیم عبدالکریم دین داره یا دین نداره، سکولاره یا اهل دینه. گفتم آقای کدیور تو اول برم بگو تو آخوندی یا آخوند نیست. گفت سفسطه نکن، جواب بده. بچه ها شما اهل دین هستید یا اهل دین نیستید؟ شما نیهیلیست هستید یا از نیهیلیست عبور کردید؟ کسی اهل تفکر نیست به سرعت به این سوال جواب میده. آقا معلومه که من دین دارم،
آقا ما یک عمر در خدمت آقا عبدالله الحسین بودیم. تو کلاسم گفتم غلط کردی. گفت من یک عمر شیعه امام حسین بودم. من یکی خودم رو شیعه امام حسین نمیدونم به هیچ وجه. کسی مسئله براش جدی باشه جرأت میکنه نام حسین ابن علی رو بر زبان بیاره. مسئله برای جدی نیست، شوخیه. دکون وا کردی، نونشو میخوری. اهل دین هستید یا اهل دین نیستید؟ عوامانه میگیم بله ما مسلمان ها، ما دیندار ها. غیر متعملانه است، غیر متفکرانه است. اون کسی که مسئله براش جدیه به سهولت نمیتونه به این سوال جواب بده. حافظ بزرگ گفت چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. کسی که مسئله براش جدیه، کسی که مسئله براش جدیه با مسئله درگیره و خوب در میابه که گذر از این نیهیلیسم چقدر دشواره. اون کسی که احساس میکنه، اون کسی که احساس میکنه نیهیلیسم نیست، درک از نیهیلیسم نداره، درک از نیهیلیسم دوران جدید نداره و به پاری از شعائر و سمبولها پناه برده تا خنجر قفلت رو در چشمان آگاهیش فرو کنه تا نبینه. شما فکر میکنید با دین در افتادید. والله قسم نظام های تئولوژیک خود بنیادترین نظام های عالم هم. شما با خود بنیادی مواجهید، اسمش گذاشتید دین. طرف دغدغه دفاع از خودش رو داره، دائما داره به خودش ارجاع میده، از خودش دفاع میکنه. دینی که من میفهمم چنین نیست، دغدغه حقیقت دیگری رو داره که نه در جیبتونه در جیب من. من در پناه او میخوام زندگی بکنم، او معنا بخش حیات منه، من به او معنا نمیدم. کسی میگه او در گرو منه، من باید باشم تا او باشه، این خود بنیادیست. دو گونه ما نیهیلیسم داریم، نیهیلیسم جلی، نیهیلیسم خفی، نیهیلیسم آشکار، نیهیلیسم پنهان، نیهیلیسم سکولار آشکار، نیهیلیسم سکولار به ظاهر مقدس قدسی. در دلش سکولاریسم، در ذاتش سکولاریسم. او داره به خودش دعوت میکنه ولی میگه من دارم به او دعوت میکنم. مسئله همه ما، بعضی ها پاسخ رو قطعی میدن. اونور آب بهشته، دوران مدرن، بشر به آزادی رسید، به رهایی رسید، عقل مدرن همه مسائل رو حل کرد. دلیلش هم اینه، تکنولوژی رو ببین، موبایل رو ببین، هواپیما رو ببین، این پروگرس رو در تاریخ بشر نشون میده. بشر روز به روز داره پیشرفت میکنه. این یه تلقیه، یه تلقی هم میبینید، نمودهای تاریخیش رو دارید. اما یک نحوه تفکر دیگری وجود داره که داره راه دیگری رو جستجو میکنه. اما معمولا این فریادها مقوله بندی میشه تو همون دایکوتومی و شنیده نمیشه. حتی روشنفکرها خود ابزار استبداد میشه. خود روشنفکرها به عنوان یکی از عوامل سرکوب، یکی از عوامل سرکوب، حالا یکی از اتوریته دینیش استفاده میکنه، یکی از اتوریته علمی آکادمیکش استفاده میکنه، یکی از اتوریته روشنفکرش استفاده میکنه. به هر حال کربن مسئلهش این بود که میانه، یعنی دغدغه کربن، مسئله کربن این بود که در جهان نیهیلیستی که کنونی چگونه میشه یه تفسیر با معنای از جهان داشت. شق دیگه این مسئله اینه که میان تفکرات نظری و متافیزیکی از یک سو و تمایلات باطنی، اشراقی و عرفانی از سوی دیگه چگونه میشه
به اصطلاح جمع کرد. به همین دلیله که کربن به سهروردی نظر داره و او رو اسوه تفکر فلسفی خودش می‌میره و او رو همزاد خودش تلقی می‌کنه. چرا؟ چون در معرفت شناسی اشراقی سهروردی دو گونه معرفت متافیزیکی و معرفت دینی و عرفانی با هم سعی شده جمع بشه. از نظر کربن در تفکر اشراقی شیخ اشراق در واقع تفکر معنوی و تفکر متافیزیکی با هم جمع میشه. در این نظام معرفتی از یک طرف علم سوری وجود داره. علم سوری یعنی همون شناخت مرسوم و جاریه که تو علم داریم، تو ریاضیات داریم. این عبارات کربنه، میگه در این نظام معرفت شناختی، در نظام معرفت شناختی از نظر اشراقیون، از سوی علم سوری وجود دارد. علم سوری یعنی همین علوم جدید، همین علوم قیل و قال مدرسه، همون شناخت مرسوم و جاری است و از طریق نمایاندن و تجسم یا صورت در روح و جان عینیت می‌یابد، یعنی مفاهیم. و سوی دیگر یک شناخت و علم حضوری مطرح است که به تجسم و صورت متوسل نمی‌شود و بنای آن حضور بدون واسطه است. یعنی خود عمل حضور روح و جان موجب حضور چیزها می شود و همچنین عامل حاضر شدن روح برای خود و برای حضور اشیاست. چنین معرفتی را اشراقیون علم اشراقی می دانند که هم طلوع هستی بر روح و هم صبحگاه روح بر چیزهاست. بچه ها این مفاهیم رو به صورت یک مفاهیم انتزاعی نفهمید. در لحظه لحظه زندگیمون ما با این مسائل مواجه. با زبان خیلی ساده شما پزشکی رو میبینید، جراح بزرگ مغزه، جراح بزرگ عقله، قلبه، علم داره، عالم ساینتیسته، اما در مواجهه با او یهو میگه آقا بچه من داره میمیره، میگه پولو بریز تو حساب تا بیام. احساس میکنید این علم یه چیزیش کاستی داره. امروز بشر در اوج علمه، تولید علم در دوران ما میدونید به سرعت افزایش پیدا کرده، به سرعت افزایش پیدا کرده. میگن همه تاریخ 10,000 ساله بشر یک طرف، این تاریخ 1,000 سال اخیر یک طرف، همه این تاریخ 1,000 سال یک طرف، تاریخ 100 سال یک طرف در تولید علم، این 100 سال یک طرف، این 10 سال اخیر یک طرف، این 10 سال یک طرف، این 1-2 سال. هر روز الان داره انباشت علم و تولید علم داره چندین برابر میشه. تا اونجا که دوره جدید رو گفتن تمدن جدید تمدن دانش محوره. همین شبکه اینترنت ببینید همه چی اویلیبل شده. اما چگونه اتفاقی که ما انتظار داریم نمیفته؟ آیا واقعا تمدن جدید تمدن دانش محوره؟ شما در اینترنت چی میبینید بچه ها؟ وقتی پشت اینترنت شدید چی میبینید؟ جریان سیال اطلاعات، 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 اطلاعات. اما آیا بشر با صرف با اطلاعات میتونه زندگی بکنه؟ افلاطون یک دانش شاهانه صحبت میکرد که بدون اون همه دانش هایی که سوفیستا درس میدن پادر هواست. اسمش میذاشت دیالکتیک. در سنت ما میگن معرفت قلبی. پست نیلمن یک کارشناس رسانه، صاحب نظر اصول رسانه است، میگه بشر گذشته یک کوزه اطلاعات داشت و تا آخرین جرعه می نوشید. بشر دوره جدید در اقیانوس از یک کنار اقیانوس عظیمی از اطلاعات زندگی میکنه، اما از تشنگی میمیره. در عالم حورقلیایی بحث نمیکنیم، راجع خودمون بحث میکنیم بچه‌ها، راجع زندگی خودمون، فرزندانمون، جامعهمون. بشر علاوه بر اطلاعات به یک نوع آگاهی دیگه نیاز داره
کیرکگور میگفت آگاهی اگزیستانسیل، مواجهه با خیشتن. بچه ها چقدر با خودتون مواجهه دارید؟ گاهی وقتا احساس نمی کنید خودتون رو گم کردید؟ گاهی وقتا دلتون واسه خودتون تنگ نمیشه؟ گاهی وقتا نمیدوید به خودتون برسید اما نمیرسید؟ مواجهه با خیشتن، آنچه که کیرکگور میگفت، دانش شاهانه، اونچه که افلاطون میگفت، معرفت قلبی و باطنی، اونچه که سنت های شرقی میگن، حضور شاعرانه یا مواجهه با وجود، اونچه که هایدگر میگه. اینا تعابیر مختلفه بچه ها. کلمات رو بدرید، به روح معانی کلمات پی ببرید. جان بشر به یک چنین خودآگاهی نیاز داره. امروز اطلاعات و آگاهی، انفجار اطلاعات، دوران ما اصل انفجار اطلاعات. من وقتی فرزندانم رو میبینم، بی تردید وقتی با کامپیوتر مشکل پیدا میکنم در مورد خیلی از اطلاعات بعد از بچه های کوچیکم بپرسم. اما با این حال که اونها اطلاعاتشون در خیلی از زمین ها از من جلوتره، روز آمدتره، کماکان دلنگران زندگیشون هستم. فرزندان من با خودشون مواجهه ندارن، فرزندان من بی خودن به معنی راستین کلمه. مواجهه با خیشتن وجود نداره، مواجهه با هستی وجود نداره. این نوع معرفت در سنت ما گفته میشه معرفت قلبی یا گفته میشه معرفت اشراقی. تا کلمه اشراق رو میاد نگیم عرفان بازی و صوفیه و خلسه و نمیدونم تریاک کشیدن. ببینید، یعنی اصلا بحث رو نبریم. یک مسئله کاملا زنده است، مسئله روز ماست. بشر به آگاهی نیاز داره که به زندگیش معنا بده، به وجودش معنا بده، به این جهان معنا بده، شأن انسان رو در این جهان. به خدا روشنفکرانی که شیفته آزادی هستن، اگر بدونن اگر این معنا نباشه، این انسان‌ها هر شکلی پیدا می‌کنن و این انسان تربیت نایافته بسیار خطرناک. هیچ بنیادی برای اخلاق نخواهد ماند. مرگ بر استبداد سیاسی. اما مهمتر از استبداد سیاسی نیهیلیسم، مهمتر از استبداد دینی، نمیخوام اونا رو توجیه کنم، مهمتر از اینها بیخیشتن شدن آدمی است. و روشنفکر ما و دانشی ما فقط یک مسئلهش فعلا ذهنش زوم شده رو مسئلهش، مسئله سیاسیش. به هیچ وجه نمیخوام اونها رو توجیه کنم، به هیچ وجه نمیخوام آب پاکی رو دست اونها بریزم و بگم نادیده بگیرید، نه. خب اون فقط یه بخش قصه است، اما خطرات دیگری هم وجود داره که چشمان ما نسبت به اون بسته شده. آدمی مثل کروان توجه داره. او معتقده که در تفکر اشراقی شیخ اشراق، شناخت شهودی معنوی با شناخت فلسفی جمع میشه. این رسالتی بود که شیخ اشراق به عهده گرفته بود که رسالت فیلسوف و رسالت پیامبر رو لازم و ملزوم یکدیگه بدونه. بله، به یک معنای بله دیگه. این قصه با زبانهای متعددی در واقع تکرار، در واقع عقل یک مفهوم تاریخی است. ببینید، اولا عقل که گفته میشه باید توجه بشه عقل یک مفهوم تاریخی است. عقل به کدام معنای تاریخی داری شما صحبت میکنید؟ اگر عقل مسیح رو صحبت میکنید، عقل مسیح این عشقه. تمایز عقل و عشق در مسیح نیست.
ببینید، نگاه بکنید، ما یه چیزی داریم به نام تفکر فلسفی و یه چیزی داریم به نام انشا. حرف من اینه که در طول تاریخ تفکر معاصر ما انشا زیاد ما نوشتیم، تفکر فلسفی وجود نداره. اینکه شما میگید بین عقل و عشق، این آرزوی دیرینه ماست دیگه. از زمان فارابی قرار بود سنت عبری و سنت یونانی با هم جمع بشه تا دوران ما دکتر سروش و شریعتی و سید جمال الدین و همه و همه به نحوی خواستن این دوتا سنت رو با هم جمع بکنن. ما در نظام معرفت شناختیمون چه تعاریفی از ابزارهای شناختمون داریم که اینها میتونن جمع بشن؟ اینکه شما میگید عقل، آدم علم با عقل میتونه جمع بشه، عشق با عقل میتونه جمع بشه، در واقع این آرزوهای درونی شماست. اما اینکه ما چه نظام معرفت شناختی و چه فهمی از هستی میتونیم داشته باشیم، چه فهمی از انسان و چه فهمی از معرفت و قوای معرفتی، چگونه میتونیم تبیین بکنیم که واقعا این به این جایی که شما میگید منتهی بشه؟ در این صورت شما امیدوارید که چنین باشد، اما هیچ تضمینی وجود نداره، چون که در تاریخ نشون داده شده اینها جمع نشد، در سنت متافیزیکی جمع نشد. این ورم به علم و تکنولوژی نرسید. بس فقط فردی هم نیست، مثلا در فلان فرد این دوتا میتونه جمع شه. در بستر زندگی اجتماعی تاریخی آیا میتونه اینها پیوند پیدا کنه یا نکنه؟ به هر حال کروان مسئلهش این بود. در این دوره چگونه میشه از نیهیلیسم گذشت؟ چگونه میشه عقل شهودی رو و شهود معنوی رو، تفکر معنوی رو با عقل متافیزیکی جمع کرد؟ مطابق تفسیر کروان، از نظر سهروردی، فلسفه‌ای که سیر معنوی نداره و با جذبه همراه نباشه عملی لغو و کرداری عبث. این فقط هم حرف سهروردی نیست، امروز خیلی از نقادان متافیزیک از عقل سرد صحبت میکنن. عقل سرد یعنی عقلی که اگزیستانسیل نیست، وجود رو گرما نمیبخشه. عقل متافیزیکی وراجی فلسفی است بچه ها. عقل متافیزیکی یعنی بازی با مفاهیم، یعنی وراجی وراجی وراجی، مفهوم مفهوم مفهوم، دائما تو این مفاهیمید، یک بازی مفهومی میکنید، این بازی رو ویران میکنید، دوباره یه بازی مفهومی دیگری میکنید، مثل بازی بچه‌ها پازل میسازن ویران میکنن. نظام اسپینوزایی، نظام دکارتی، نظام کانتی، نظام هگلی، این نظام‌های مفهومی است. این همون عقل سرده. مطابق تفسیر کروبن، سهروردی معتقده که ما صرفا با فلسفه، یعنی با وراجی، اون چیزی که در سنت تاریخی خود ما گفته میشه قیل و قال مدرسه، بشر جانش گرم نمیشه، بشر نمیتونه با این قیل و قال مدرسه. شما امروز خیلی هاتون، من دخترم آرزو داشت به دانشگاه بده، همون ترم اول فرو ریخت، تمام انتظاراتش فرو ریخت، دنبال حادثه بود در زندگیش، دانشگاه هم حادثه رو نداد. حالا نمیخوام بحث رو روانیش کنم، گاهی وقتا شما هم احساس میکنید یک عنصری انگار جاش خالیه، کجا اون عنصر رو پیدا کنیم که این جان رو گرم ببخشه، انگیزه حیات ببخشه، محرک زندگی باشه؟ از یک طرف دیگه سهروردی معتقده که سیر و سلوک اگر صرفا عرفانی باشه و مبتنی و متکی و مبتنی بر مکتسبات فلسفی نباشه، میتونه به خرافات منتهی شه، میتونه به حفروتیات منتهی شه، میتونه بی اساس و بی بنیاد باشه. بار به اعتقاد کروان همواره باید به معنای اصلی اشراق توجه کرد، یعنی همان طلوع در جهت شرق سیاره خورشید. میدونه که شرق و غرب در سهروردی مفاهیم اگزیستانسیل شرق و غرب جغرافیایی نیست. میدونید که شرق یعنی شرق وجود، غرب یعنی غرب وجود، اما این شرق را نمیتوان در نقشه جغرافیایی یافت، زیرا نوری است که برمیخیزد. این نور همون چیزی است که جان بشر به او بستگی داره، این نور همون نوری است که بدون او، به قول لو اشتراس میگه، عصر روشنایی، در عصر روشنایی بشر به روشنایی های بسیار زیادی دست یافت، اما روشنایی اصیل تری رو انکار کرد، لذا همه اون روشنایی ها رو که پیدا کرده بود به تاریکی گرایید. در دوران جدید بشر به روشنایی رسید، آزادی، کرامت انسان، حقوق بشر، دموکراسی، اینا که نمیشه انکارش کرد. اما در برابر همه این روشنایی ها
یک روشنایی بنیادین رو انکار کرد. لذا دعوای ما با دوران مدرن بر سر این روشنایی ها نیست، هاردکور بس نزاع اصلی بر سر اون روشنایی بنیادینه، که اگر اون روشنایی بنیادین نباشه همه این روشنایی ها به تاریکی میگیره. مگه علم وجود نداره؟ مگه تکنولوژی وجود نداره؟ اما چرا این علم و تکنولوژی برای بشر خوشبختی نیاورد؟ چرا سعادت نیاورد؟ چرا ما رو خرسند نکرد؟ این شهر را نمیتوان در نقشه جغرافیایی یا زیرا نوری است که برمیخیزد، نوری که پیش از هر چیز آشکار میشود، پیش از هر حضوری اوست که همه چیز را ظاهر میکند، اوست که حضور را میسازد. خب گرایشات باطنی عرفانی و معرفت حضوری و قلبی در همه سنت ها وجود داشته، در سنت های مسیحی وجود داشته، در سنت های هندی هم وجود داشته، حتی در خود سنت اسلامی هم ما جاهایی داریم که بر روی نور بیشتر تاکید میکنن، مثل عرفان ما ابن عربی. اما چرا کرمان رفت سراغ شیخ اشراق و ملا صدرا؟ چون سنت های عرفانی فقط بر روی معرفت معنوی و قلبی دست میگذارن، متافیزیک رو هیچ حساب میکنن. سهروردی و ملا صدرا هر دو رو با هم میخوان. به همین دلیل از نظر کوربن متافیزیک اشراقیون به خصوص متافیزیک ملا صدرا به اوج متافیزیک حضور منتهی میشه. و اینجا یکی از مواقفی است که فردید به تبع هایدگر با کوربن اختلاف داره. فردید روی ابن عربی دست میگذاره و کرمن روی شیخ اشراق و ملا صدرا، در صورتی که نظر فردید شیخ اشراق و ملا صدرا هر دو غرب زده هستن، یعنی هر دو متافیزیک زده هستن، یعنی تحت تاثیر متافیزیک هستن. باز این رو به عنوان یک مسئله فلسفی بچه ها روش فکر بکنید، این رو روش روی به عنوان یک مسئله فلسفی روش باید فکر کنید، یعنی تقدیر شما و زیست شما، نحوه زندگی شما به این پرسش بستگی داره. آیا تفکر متافیزیکی یعنی تفکر فلسفی؟ متافیزیک فلسفه و ماورا طبیعه، در واقع اینجا ما به یک معنا به کار میبریم. آیا تفکر فلسفی یعنی تفکر عقل محور، عقل مدار، منطق محور؟ تفکر فلسفی یگانه تفکری است. این تفکر با یونانیان آغاز شد، یعنی با افلاطون و سقراط و ارسطو آغاز شد. تفکری است که عقل محوره، نه عنصر دیگه مثل قلب، مثل قوه خیال. این تفکر برای اولین بار با یونانیان شکل گرفت که محور تفکر عقل است و منطق راهبر نحو تفکر. روی این سوال باید شما فکر کنید بچه ها، آیا نحوه تفکر متافیزیکی یعنی نحوه تفکر ارسطویی، دکارتی، کانتی، اسپینوزایی، هگلی، یگان نحوه تفکر است یا صرفا یکی از انهای تفکر؟ یعنی بشر فقط یه جور میتونه فکر بکنه یا جورای دیگه ای هم برای فکر کردن وجود داره؟ اگر اونایی که تاریخی فکر نمی کنن میگن بشر همواره یه جور فکر کرده، اما تفکر هگلی که بعد از هگل دیگه نمیشه تفکر تاریخی نباشه، تمام اون دسته روشنفکرانی که تفکرشون تاریخی نیست در واقع یک نوع تأخر تاریخی رنج میبرن. تفکر تاریخی یعنی اینکه عقل، عقلانیت، انسان، زن، حقوق، حکومت، سیاست، آزادی در هر دوره تاریخی معنا داره. علم در دوران گذشته و علم در دوره جدید معناش یکی نیست، حقیقت معناش یکی نیست، تفکر معناش یکی نیست. آیا بشر همواره متافیزیکی فکر میکرده یا نه این با یونانی ها بود که این نحوه تفکر شکل گرفت؟ بشر دورهای دیگه چیکار میکرده؟ مسیح مثل ارسطو فکر نمیکرد بچه ها. نحوه تفکر ارسطو با نحوه تفکر مسیح یکی نیست،
آیا میتونیم بگیم مسیح تفکر نداشت، یا باید بگیم شیوه ای از تفکر رو داشت که با شیوه تفکر ارسطو متفاوت بود؟ این یک سوال. اگر بپذیریم که بشر شیوه ها و طرق گوناگون اندیشیدن داشته، هایدگر ما رو دعوت به گذر از متافیزیک میکنه، یعنی از فلسفه عبور کنیم و به یک شیوه تفکر دیگری دست پیدا کنیم. سوال: آیا گذر از متافیزیک اساساً امکان پذیره؟ هایدگر در اواخر عمرش تفکرش رو اصلاح میکنه، یعنی قبلا از گذر از فلسفه صحبت میکرد، بعدا کلمه گذر رو برداشت، کلمه گسست رو گذاشت، گسست از فلسفه. به نظر میاد فلسفه رو به تمامی نمیشه کنار گذاشت. چرا؟ یه دلیلش اینه که زبان ما به ذات متافیزیکیه، ما زبان رو نمیتونیم کنار بگذاریم. لذا به نظر از فلسفه و تفکر متافیزیکی رو، حالا البته باید من توضیحاتی هم بدم، متافیزیک بودن در اینجا باز معانی خاصی داره، به نظر میاد ما فلسفه رو به راحتی نمیتونیم کنار بگذاریم. تفکر متافیزیکی رو، یعنی اونچنان که ارسطو میاندیشید، اونچنان که دکارت و کانت میاندیشید، ما نمیتونیم کنار. معرفت حصولی رو ما همش نمیتونیم تو احوالات باشیم. مگه میشه زندگی رو چیکار کنیم؟ معاش رو چیکار کنیم؟ همش نمیشه تو احوالات شاعرانه بود. مگه میشه متافیزیک رو کنار گذاشت؟ در همین دلیل هایدگر به جای گذر از متافیزیک، از گسست از متافیزیک صحبت کرد. گسست از متافیزیک یعنی چی؟ نه اینکه ضد فلسفه باشیم، یعنی اجازه ندید آنچنان فلسفه تمام وجودتون رو تحت سیطره قرار بده که وجوه دیگه یه نحوه هستی شما سرکوب بشه، به مجال رشد به وجوه دیگری هم بدید. اجازه بدید سرچشمه های دیگری از اندیشه در وجود شما رشد پیدا کنه. حالا یک نزاع بنیادین بین هایدگر و کوربن وجود داره. هایدگر از گذر از متافیزیک صحبت میکرد در اون دوره، کوربن گفت نه، آشتی فلسفه و معنویت. تو این نزاع شما طرفدار کی هستید؟ شاید به این شکلی که من مطرح کردم شما پاسخ رو خیلی ساده بگیرید. هنوز این مسئله پیچیدگی هایی داره. قبل از اینکه جواب بدید، هنوز یک تاب دیگه این بحث باید بخوره. بذارید من به موقعش به این بحث برمیگردم، ولی فعلا ذهنتون با این پرسش درگیر باشه. شما میخواید هم فلسفه داشته باشید و هم تفکر قلبی، و اگر فلسفه باشه جایی برای تفکر قلبی میذاره. روی فکر کنید. یکی از معضلات تاریخی ما اینه که مسائل رو بسیار ساده میکنیم، مسائل رو خیلی صریح جواب میدیم، به همین دلیل تو عمل دوباره از چاله در میایم، میفتیم تو چاه. مسئله ساده نیست، اما روش فکر بکنید. به هر حال کوربن رو باید نخستین کسی دونست که کوشید فلسفه ایرانی اسلامی رو بر اساس رهیافت خاص خودش به زبانی زنده برای غربی ها معرفی کنه. بحثمون باشه اهمیت ایران زمین و سنت زرتشتی برای کوربن. هفته دیگه یه مقدار راجع به ایران از نظر کوربن صحبت میکنه. خب امروز یه مقدار بحثا سبقه فلسفی تری گرفت، اما کمتر پیش رفتیم. خب اگر نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم، اگرم نه هستم. سوالی هستش؟